یک زائر عزیز ما بایستی اون رو با آمبولانس منتقل میکردن، چون خودشو بیمه نکرده بود بایستی آمبولانس خصوصی میگره، اگر خودشو بیمه کرده بود با آمبولانس ما به طور مجانی میمد، ولی برای انتقالش از محل حادثه تا مرز ما حداقلش 3 میلیون تومان به پول ما میگرفتم. این هزینه ها به دوش کسانی است که خود را بیمه نکردند، اما کسانی که خود را بیمه می کنند امسال سه بسته پیش رو دارند. حق بیمه 35,000 تومان، 45,000 تومان و 55,000 تومان با تعهدات پرداخت غرامت فوت به هر علت از 70 میلیون تومان تا 110 میلیون تومان، پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه و نقص عضو جزئی و کلی از 500 میلیون تومان تا 900 میلیون تومان، پرداخت هزینه های درمانی جراحی و بستری در اثر بیماری یا حادثه برای هر یک از بیمه شدگان در بیمارستان ها تا 70 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان، پرداخت هزینه های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هر یک از بیمه شدگان از 7 میلیون تومان تا 9 میلیون تومان در این بسته های بیمه ای ارائه شده. با این حال بسته 55,000 تومانی پیش‌فرض نیست. زائران اگر پیش‌فرض را تغییر ندهند خود را از نوع اول بیمه می‌کنند. سازمان حج و زیارت قول داده مشکل را برطرف کند. با توجه به درخواست‌هایی که است بعضاً یه مقدار ابهام وجود داره برای مردم که چرا پیش‌فرض بسته یک انتخاب شده، ما این فرایند رو داریم اصلاح می‌کنیم، انشاءالله تا چند روز دیگه اصلاح میشه. رئیس ستاد اربعین میگوید گستره جغرافیایی پوشش بیمه اربعین هم امسال بیشتر شده. در هر منطقه از عراق مشکلی برش پیش بیاد محدودیتی نداره. سال قبل تا 50 کیلومتر از مرز ما به عمق بود، امسال این 50 کیلومتر ما آوردیم 100 کیلومتر، یعنی اگر اتفاقی از 100 کیلومتر تا نقطه مرز صفر مرزی ما در داخل خاک ایران برای زائر ما اتفاقی صورت بگیره مشمول این میشه. از 100 کیلومتری مرز تحت پوشش قرار میگیره. زائران برای تحت پوشش قرار گرفتن کافی است در سامانه سما نام نویسی کنند، سامانه ای که از 30 تیر در خدمت زائران اربعین است. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.